سلام دوستان عزیز، به یک آموزش دیگه از سری آموزش های ویب جی اس خوش آمدید. در بخش قبل در رابطه با ایجاد ویب مپ و همچنین ارائه یک مپ از اوپن استریت مپ صحبت کردیم. امروز میخوایم بپردازیم به این که چگونه داده هایی که در داخل جیو سرور داریم را با استفاده از اوپن لیر بر روی اینترنت پابلش کنیم. در ابتدا ما ویژوال استودیو کد یا محیط کد نویسی خودمون رو باز میکنیم و در جلسه قبل ما تا اینجا صحبت کرده بودیم که با استفاده از این کد ها و ایندکس HTML که اینجا میبینید توانستیم که اوپن استریت مپ رو فراخوانی بکنیم که من در اینجا این کار رو یک بار دیگه هم انجام میدم تا شما دوستان عزیز ببینید. و خب ما اینجا ران میکنیم کد های مورد نظر رو و در نهایت مپ ما یا اوپن استریت مپ رو برای ما میاره. خب حالا امروز میخوایم بپردازیم به این که چگونه داده های جو سرور رو اضافه کنیم بر روی اوپن استریت مپ و با استفاده از اوپن لیر. خب در ابتدا کاری که میخوایم انجام بدیم به این صورت هست که ما اینتر رو میزنیم و بعد همین مینویسیم ور یک اسم یا وریبل، یک اسم اینجا انتخاب میکنیم برای لایه‌ای که میخوایم نمایش بدیم که من چون میخوام لایه افغانستان رو نمایش بدم مینویسم AFG layer مساوی new open layer dot layer dot image پرانتز باز. خب در این قسمت ما برای لایه که اینجا تعریف کردیم باید source رو انتخاب کنیم. می نویسیم پس source new ol.source.image.wms و پرانتز باز. خب در این قسمت ما سورس رو هم باید داخل برکس قرار بدیم. می نویسم ratio، البته من اینها رو میگم به چه صورت به دست بیارین که خیلی ساده تر باشه برای شما ها. URL مورد نظر رو هم باید اینجا اضافه کنیم که URL ها هم در رابطش صحبت خواهیم کرد. و پارامترز که این رو هم ما فقط البته پارامترها رو خب در اینجا من یک خب این رو هم میزنم و مینویسم layers و خب در این قسمت باید اسم لایه مورد نظر که در جیو سرور هست رو انتخاب کنم. خب برای اینکه خب این داده ها URL و layers رو از کجا پیدا کنم؟ جیو سرور رو باز میکنیم و لایه‌ای که میخواییم به اشتراک بذاریم و به نمایش بذاریم رو در اینجا میبینید. اسم این لایه در اینجا قرار داره. خب من اوپن لیر رو میزنم تا لایه ما برای ما به نمایش گذاشته بشه. خب برای اینکه اطلاعات کاملی از این لایه به دست بیاریم کافی هست کنترل U رو بزنید تا این صفحه باز بشه. و خب در این قسمت شما همه اون اطلاعاتی که نیاز دارین رو میبینید. در این قسمت ببینید نوشته untitled و همه مختصات همه ویژگی های لایه مورد نظر رو ما در اینجا داریم که میبینید. خب حالا ما میتوانیم
URL را از اینجا هم کپی کنیم و می توانیم URL رو از این قسمت هم تا علامت سوال کپی کنیم، کنترل C، و بعد در این قسمت در قسمت URL قرار بدیم. این از این. در قسمت name هم ما اسم رو می توانیم از اینجا هم پیدا کنیم، یعنی از صفحه layer که در این قسمت layer preview قرار داره. همین رو کپی می کنیم و در این قسمت قرار میدیم. و خب حالا برای اینکه لایه مورد نظرمون رو به نمایش بذاریم، یه خط کد دیگه هم مجبوریم اضافه کنیم که می‌نویسیم map.addLayer و اسم لایه مورد نظر AFGLayer و در نهایت سمیکولن. خب امیدوارم که با ارور مواجه نشیم. خب من این رو سیف میکنم، کنترل S و ران میکنم. خب میبینید که لایه مورد نظر ما در اینجا بر روی اوپن لیگر، ببخشید، بر روی اوپن استریت مپ اضافه شد. خب اما شما دوستان شاید زمانی که از این طریق، از طریق ران و بر روی HTML از طریق ران عمل کنید، با یک ارور مواجه بشید که من این ارور رو حلش کردم، ولی خب به شما دوستان عزیز هم راه حل رو میگم تا اینو حل کنید. خب در قسمت در این تب رو فشار میدین و مینویسین live server. خب در این قسمت اولین live serveri که میاد رو اینستال میکنید. برای من قبلا اینستال کردم، ولی شما اینو اینستال میکنید و کد هایی که دارین و مینویسین رو میتوانید از این طریق ران کنید. در اینجا فشار بدین، با فشار دادن این دکمه‌ای که در این قسمت هست دوبار کد شما ران میشه و نتیجه برای شما نمایش داده میشه. خب تا همینجا برای این جلسه کافی هست و در جلسه بعد میخواییم بپردازیم به این که خب داده های دیگه رو به صورت مستقیم به چه صورت میتوانیم اد بکنیم بر روی اوپن استریت مپ یا بر روی بیس مپ خودمون. تا جلسه بعد خدا نگهدار.